سلام ایها الناس، چطورید مردم؟ خوبید؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدئوی خیلی پروپیمون. همونطوری که اگه توی یه چرخی توی یوتیوب بزنید متوجه میشید که اینجور ویدئو رو هر تیکش رو یه ویدئو جدا میکنن میذارن، ولی من همه این 10 مورد رو توی یه ویدئو میخوام بهتون بگم. 10 تا راز خیلی 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 مهم که تا الان حتی به اطرافیان خودم هم به این وضوح نمیگفتم. پس حتما تا آخر ویدئو رو با دقت ببین تا جایی که میتونی انجام بده، و برای اون دوستت که بیشتر از همه برات اهمیت داره جذابیتش هم بفرست تا جفتتون با هم دیگه کلی خفن بشید. من تمام تلاشمو میکنم هر چیزی که تا اینجا یاد گرفتم و توی این ویدیو بهتون بگم. مرسی که با من همراه هستید. نظرتون رو حتما بهم بگید اگر موضوعی رو فراموش کردم یادآوری کنید. لایکتون خیلی مهمه و امیدوارم که دوست داشته باشید. بدون مطالی بریم سراغ ویدیو. خب اولین موضوع که خیلی اهمیت داره، قبل از اینکه بخواید آماده بشید و اون حالا ورژن جذاب خودتون داشته باشید، تمیزیه. پس مورد اول تمیز بودنه. حالا در راسته تمیز بودن، من اول راجع به تمیزی صورت صحبت میکنم. من اول صورتمو میشورم با یه فوم. من تو داغون ترین حالت خودم الان اومدم جلوی دوربین به خاطر اینکه میخوام از ریشه همه چی رو با هم دیگه ببینیم، وگرنه نرمالی خودم حالا دیگه در این حدم نیستم. وقتی که صورتتون رو میشورید همون لحظه آبش رو خشک نکنید، بذارید یه کوچولو آب روی پوستتون بمونه. در راسته تمیز بودن یکی دیگه چیزی که خیلی مهمه اینه که خب صورتتون خیلی پشمالو نباشه دیگه. من چون جوش میزنم با بند و چیزای دیگه لیزرم به خاطر اینکه خیلی قرص تقویتمو میخورم، اون چنان اثر نداره، از اینا استفاده میکنم که قبلا بهتون گفتم. با این صورتمو اون جاهایی که خیلی مثلا مو داره رو مثل سیبیلو هر بار قبل آماده شدن چک میکنم. هنوز توی قسمت اول هستیم، توی قسمت تمیزی، که حالا شما برای تمیز کردن میتونید از میستدار و پد و هر چیزی بشورید، تمیز کنید روی کثافت های روز قبل، یا حالا قبل چیزی نیارید چون خیلی حال به هم زنه بچه ها. واقعا چیزایی که خیلی کرینچ و حال به هم زنه رو روک و آنست بهتون میگم، چون که واقعا دیگه دور زمونه عوض شده و باید حواسمون باشه. خب من یه ضد آفتاب میزنم اینجا. شما میتونید به جای ضد آفتاب کرم مرطوب کننده بزنید به پوستتون، یا هر چیزی که برای پوستتون استفاده میکنید. بالاخره خودتون هم یه روتینی دارید دیگه. میتونه کرم ضد آفتاب باشه قبل از میکاپتون که قشنگ خوش نمید. آبرسان خیلی خوبه، آبرسان میتونه باشه. خب الان از قسمت تمیزی صورت و اینجور چیزا در اومدیم، میریم سراغ موضوع دوم بچه ها، که اونم مربوط به تمیزیه و خیلی مهمه. تو رو خدا اهمیت بدید، حال آدم رو به هم نزنید. الان بهتون میگم. اولیش دندونه. حتما مسواک بزن. اصلا مهم نیست که دندونات تو چه وضعیتیه، تو نمیدونی، شاید خمیر اینجا گیر کرده، حتما مسواک بزن. نمیخوام اصلا راجبش صحبت کنم. مسواکو باید بزنی ستونم، میفهمی؟ ها؟ این چه کاری بود؟ ولی مسواک زدن من تمام نشده. بچه ها زبون خیلی کثافت به خودش میگیره به خاطر اینکه شیاره. یادم بچه بودم یه بار دایی دارم آمریکا زندگی میکنه، توی نگاه که گفت زبون تو مسواک بزن، و من اون موقع اصلا توی فازا نبودم، ولی از اون به بعد به خاطر ریاکشنی که اون بهم نشون داد، یعنی دیگه همیشه این کار کردم. هم میتونید با مسواک انجامش بدید، هم چیز دیگه هم هست. خب من دنبال زیاد مسخره بازی اضافه نیستم، به خاطر اینکه شما اگر خیلی دیگه جو بدید و خیلی مسخره بازی درارید و خیلی چیزای فانتزی به خودتون اضافه کنید، بعد یه مدت انجام نمیدید و کلا میذارید کنار، یادتون میره. ولی همین با همین مسواک
اینم از این که انقدر دارم راحت باهاتون رفتار میکنم و این کارا رو دارم جلو دوربین انجام میدم واقعا به خاطر خودتونه، وگرنه من راضی نیستم. توی قسمت دوم یه موضوع دیگه بچه خیلی رو مخه من، اگه یه همچین چیز مثلا برم سر قرار با یه پسری و ببینم توی گوشش جوجو داره، هر کی باشه برام ترن آف میشه و بای بای. خب پس به داخل گوشتون اهمیت بدید، آشغال گوشتون رو جمع کنید. و توی قسمت دوم که بازم مربوط به همین چیزای تمیزی ناخون بچه ها که من خودم خیلی وقت از دستم در میره، ولی سعی کنید که ناخوناتون مرتب باشه. و من خودم خب خیلی ناخونای بلند و طرح‌های مختلف رو تست کردم ولی دیگه اصلا مود نیست بچه ها، خیلی خزه دیگه خیلی. الان دیدم حالا مثلا تو کافیه یه کاری بکنی میری میبینی تو اکسپلور همه دارن یه خودی توش نشون میدن، الان مثلا تو اکسپلور میچرخی میبینی اکثرا همه ناخونهای بلند با یارو اینقدر چیز رو ناخونش گذاشته، خب خیلی دیگه اون سنگینه، فکر انگشتتون هم باشید واقعا. اینم از این تا اینجا. یه مورد دیگه هست الان که اینجا توی دستشویی هستیم اونم انجام بدیم که موضوع سوم موضوع بوه بچه ها. بوی بدنتون و تمیزی کلتون. دخترها میان نمیبینن ریشه کلشون و پایین ماشون رو بو میکنن، میگن اوکی ببین این کله تو از اینجا کثیف میشه و وقتی اینجا چربه نرو یارو رو بغل کن کلت رو بکن تو دهن یارو. من چقدر دارم هرس میخورم، اینا واقعا چیزای ترنافیه و من یه عالمه دلایلی که مثلا تا الان با خیلی ارتباط نگرفتم همین مسائل جزئی و کوچیکه بچه ها. واقعا بو خیلی مهمه، بوی بدن، بوی دهن، بوی کله، بوی لباس خیلی مهمه لعنتی، واقعا اینا بیسیک ترین چیزاست که باید رعایت بشه. و در راستای بوی بدن خب من ترجیحم اینه که شما وقتی که میخواید یعنی این کارهای تمیزی و اینا رو مرتبی رو انجام میدید و میخواید که این لباس رو در بیارید که لباس بعدی رو بپوشید، وقتی که لختید باید این کار رو انجام بدید، ولی من الان نمیتونم لخت شم که، پس همینجوری از رو لباس بهتون میگم. اگه تو ایرانید و محصولات اورجینال بسید تو سخت پیدا کردنش اصلا استفاده نکنید بهتره، یعنی تا حد امکان سعی کنید چیزای اورجینال استفاده کنید، اگر فیک اصلا استفاده نکنید بهتره، چون فیک میمونه بوش از بوی بدن خودتون بدتر میشه روک بخوام بگم. ولی من خودم به شخصه اولش که لباسامو میکنم یکم از این میزنم، اگه جایی میخوام برم مثلا که مثلا حالا مهمتره حتما اینو میزنم، ولی در حالت عادی ممکنه اینو نزنم. خب اینو میزنم به کل بدنم از همه طرف و مام زیر بغل بزنید لعنتی ها. اوکی مام زیر بغل بزنید پلیز، خیلی مهمه بچه ها، واقعا تأثیر داره. حالا زیادم نزنید، من خودم چند توش رفته بودم آزمایش بدم، گفتش که یه سری از این موادی که مثلا توی ایناست تو بدن من زیاد شده به خاطر اینکه خیلی به خودم میزنم. ولی حالا مورد بعدی، من بادی اسپلش میزنم روی اون لوشنی که میزنم، بادی اسپلش میزنم چون اون لوشنه یه کار میکنه که اون بادی اسپلش خب بیشتر بمونه. اول از همه اینکه حواستون باشه که بوی بادی لوشن و بادی اسپلش و عطر و مامتون همش با هم دیگه باید یه سنخیتی داشته باشه، اگه خیلی به هم بی ربط باشه اصلا درست نیست و تاثیر نمیذاره. این خب شاین داره، اگه جای مهمی بخوام برم اینو میزنم، اینجا هم کوچولو شاین داره، اگه نکیچ. و عطر، حالا هر عطری که میزنید من نمیدونم، عطر خودتون، عطری که حالا استفاده میکنید جوری که باید عطر بزنید و میخوام بهتون بگم، همینطوری اینطوری اینجوری عطر نزن که اصلا این فایده نداره. عطر رو میزنی اینجا اینطوری میکنی، همینو میزنی پشت گردنت، حالا خواستی به شقیقت هم میزنی یه کوچولو، حالا اینطوری هم میزنی، اینجاها میزنی، نمیای عطر رو حیف کنی، مخصوصا اگه عطرت اورجیناله. That's it بیتیگت، فهمیدید؟ این هم از مراحل عطر. بچه من دهانشویی هم استفاده میکنم ولی دیگه حالا نگفتم خاطر اینکه بعضی وقتا یادم میره و زیادم حالا استفاده نمیکنم راستش رو بخوای.
میریم سراغ قسمت میکاپ. خب من همیشه قبل از اینکه بخوام مثلا یه جا برم لباسامو انتخاب میکنم یا حداقل تم رنگیشو انتخاب میکنم. استایلی که امروز میخوام بذارم همونطوری که از کاور دیدید صورتیه، بنابراین میخوام که یه میکاپ صورتی داشته باشم. میکاپی که میخوام انجام بدم الان میریم سراغ شموجا بهتون میگم دیگه. خب برای موضوع میکاپ که موضوع چهارمه، من با یه میکاپ آرتیستی صحبت کردم، یه میکاپ آرتیست خیلی خفن که احتمالاً بیشترتون تا حالا دیدینش، توی استانبول هستن، احتمالاً به صورت آنلاین به من قول دادن که با هم دیگه ویدیو بسازیم، چند پارت ویدیو بسازیم و از ریشه تمام مسائل مربوط به میکاپ رو بهتون یاد بدیم. واسه همین من الان زیاد وارد بحث میکاپ نمیشم، چون خودم هم میخوام از ایشون یاد بگیرم در آینده توی همین چنل. احتمالاً من چون هفته یه ویدیو فعلا دارم میذارم، سعی میکنم همون ویدیویی هم که میذارم کامل بذارم. واسه همین الان فقط در همین حد بهتون بگم که من میخوام که یه میکاپی داشته باشم که تمیز باشه. وقتی یه نفر منو نگاه میکنه ازم حس تمیزی بگیره. حالا هر نکته‌ای که متفاوت باشه میگم، بیانش میکنم، ولی در کل ادیتور لطفاً بذار رو دور تند، خیلی سریع انجامش بدیم. قبل از اینکه بریم رو دور تند، من تعریف یه چیزی رو خیلی شنیده بودم، یه تینتیه که دیدید دیگه، تینت لب و اینا، یه چیزی، یه محصول جدیدی اومده که تینت پوسته، یعنی کرمه و از برند شنل. من اولین بار دارم همینجا جلوی شما باز میکنم، گفتم قبل از اینکه بره رو دور تند اینو با هم دیگه تست کنیم ببینیم داستانش چیه. این جعبشه، اوکی، توش یه دونه براش داره و خود تینته. چقدر عجیبه، یه حالت عجیبیه، مثل اینکه درصد خیلی زیادی از این تینت آبه و قیمتش هم 300 درهم بود. چیزی بوده 5-6 بود. بسه بافتش هم اگه رنگش تیره تره برها، چون گفتم میخوام این رنگ رو بگم، این رنگ رو بگم، شد خیلی رنگش تیره تره. بذار ببینم کابرش چیه. خیلی سبوته بچه، اصلا کرم من احساس نمی کنم پوستم، وای شبیه امنو فیروز شدم. کاور خیلی خاصی هم نداره بچه ها، تا جایی که من دارم میبینم واقعا کاور خاصی نداره، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده رو پوستم. وقتی که یک کرمی میزنید که رنگش خیلی تیره تر از پوستتونه، با کانسیلر میتونید سریعا اوکیش کنید. من این میکاپ رو دارم با لوازم آرایشیم انجام میدم که تقریبا دیگه تموم شدن و خواستم بگم که اگه لوازم آرایشیتون تموم شدن، بازم تا جایی که میتونید، اصلا مثلا ناکن براش رو دارم میکنم تو این تا آخرین چیزی که داره استفاده کنم. چرا نه؟ من واقعا یه زمانی خیلی آدم اسرافکاری بودم و الان واقعا پشیمونم. از من به شما نصیحت، خفن یا با کلاس نیست. پینکی بامزه دارم، اینو تو چشم میکشم. میکاپتونو
سعی کنید حتما فیکس کنید و چربی های میکاپتون رو حتما بگیرید و در این حال سنگین کرم و اینا نزنید، خاطر اینکه هرچی میکاپ شما بیشتر باشه شما جذابتر نیستید. بچه من سایه و اینا نمیخوام بزنم الان، با همون کرم پودرم پشت چشم هم خشک میکنم. بچه ها گوشه های اینجا های دماغتون رو حتما توجه کنید که کرم اینجا خمیر نشه. بچه ها خیلی ترنافه نکنید. میخوام زیر چشم رو فیکس کنم، من خیلی برام این قسمت میکاپ مهمه که زیر چشم رو فیکس میکنم. چجوری فیکس کردنش؟ کرمتون رو یا هرچی میشه زیر چشمتون رو که زدید میکنید یه دقیقه اصلا پایین و برابر زیاد نگاه نکنید که رد و رده نیفته و حالا با هر چیزی که دارید من با پودر فیکس میکنم. من زیر چشم حتما با پودر فیکس میکنم، حالا بقیه جاها هرچی شد شد دماغتون حتما چک کنم. خیلی چیزای بیسیک و پایه‌ایه ولی من دیدم خیلی رعایت نمی‌کنن. من یه چیزی من کامنت بذارید که چه به شما مخاطب کنم می‌کنه. من دارم هایلایتر می‌کنم. من هایلایتر رو پوشش کردم واسه سایه. این هایلایتر رو خوب انتخاب کنم با اعتماد به حد همینجا صورتتون بدم. من پوشش کردم یه دونه یه نقطه کوچولو روی دونه می‌ذارید بچه‌ها از آنجا همینجا یه ذره همینجا من با دست میدم روژم رو دوست ندارم، بنابراین یکم دیگه تینت میزنم. با تینت قشنگ لبتون رو میکنم که میخواید بدید و بذارید خوش بشه. یه رومل تمیز و شیک بچه ها اگه توانش رو دارید دقت ظریفانه و خیلی خوشگل شد. یه موضوعی که خیلی بده و خیلی چندشه اینه که وقتی رومل میزنید و پشت چشتون میتونید بخواه چشتون همون جوری بمونه، ولی اگر اتفاق افتاد همون لحظه تمیزش نکنید. الان من مرحله 5 جنوه رو انجام میدم، بعد از اینکه مو تموم شد اونجا رو اوکی میکنم. مرحله 5 برای هر کسی یه جوریه، مثلا برای من کلا فکر میکنم با خیلی از دختر فرق کنه. مهم اینه که موهاتون مرتب باشه و حس شلختگی به آدم نده. اگه موهاتون وزه ترجیحاً کراتین کنید، اتوموس شار یه ذره یه جوری، اگه دمیج کوتاه کنید، اگه رنگش زرد عقدیه یا زرد به زرد میزنه خواهشم به این موضوع رسیدگی کنید. خیلی ترنافه بچه ها، ترنان باشید. موی سالم و مرتب جذاب ترینه. من برای موهام زیاد کار خاصی انجام نمیدم، یکیش همون شامپومه توی حموم که خیلی مهمه و انجامش میدم. یعنی یه شامپوی خوب باید داشته باشید که هم بوی خوبی بده هم تمیز و به درد بخور، ولی یه کاری که انجام میدم یه حالت دهنده رو برمیدارم. یه حالت دهنده پیدا کردم که خیلی ضرر نداشته باشه، از تافت و نمیدونم ژل و چسب مو حتی از این کارو نکنید. من فرق تمیز باز میکنم خیلی ساده، بعد موهامو حالت میدم با دست. الان واقعا موهام توی محله بدی قرار داره، یه دونه توره هم اینجوری حالا توره حیاجه دیگه حالا درم هم مرتب کردم و یه دونه توره بزنم. یه نکته ای توی همون بخش تمیزی هست که من حالا جسارت نمی کنم راجبه توی همون روتین همومه که حالا جدا از شامپو و نمیدونم پوست صورت پوست بدن و اینا یه ژل شستشوی نقاط حساس که حالا حساسیت نداشته باشه بدنتون بهش هم حتما داشته باشید و خودتون رو باهاش بشورید. البته اینا رو من نباید واقعا
جسارت کنم، ولی دیگه ویدئوه دیگه. برای اون قسمتی که گفتم پشت پلک کثیف میشه، هم میتونید گوش پاکون بردارید دوستان، هم با یه براش اوضاع رو اوکی کنید. میریم سراغ قسمت ششم، استایل و لباس. که بریم ببینیم. موضوع خیلی مهمی که توی بخش لباس وجود داره اینه که شما باید لباسای مختلف رو از توی کلازتتون هر چیزی که دارید و بذارید وسط واسه مربوط به اون استایلی که دارید و هی عوض کنید. یعنی مثلا یه لباس نپوشید بگید اوکی همینو میرم اینو، یا اکسسوریتون مثلا بندازید همینو برید بیرون و این داستانو. نه، واقعا باید حوصله به خرج بدید و چند تا کار بکنید. بهتون گفتم من ترجیحم اینه که استایل امروزم یکم مایل به صورتی باشه، بنابراین تمام آیتمای مشکی، سفید، توسی یا هر رنگ خونسه که با صورتی میشه مچ کرد و میذارم وسط. چند مدل لباس میپوشم و اونی که از همه بهتره رو انتخاب میکنم تا روش تمرکز بیشتری داشته باشم. تصمیم نهایی رسیدم این درس صورتیه، ولی خب به تنهایی اصلا خوب نیست و بعد استایلش کنم، پس میریم سراغ تمرکز کردن رو این. اول از همه به خاطر اینکه اینجاش خیلی باز و بیدر و پیکره و خب بچه ها حتما باید لباس زیر بپوشید، وگرنه نه جذاب، نه سکسی، نه هیچی، نه کاریزماتیک، فقط چیپه. خب بنابراین من باید یه المان اینجا اضافه کنم دیگه که این موضوع رو درستش کنم. از اونجایی که مشکی خیلی به استایل رخ میده ترجیح میدم المان مشکی باشه، البته سفیدم میتونم. من کلی از این خزا دارم، مدلای مختلفش که باهاشون میشه استایل کرد، ولی ترجیحم اینه که مشکی باشه. کراپ سفیدم چند تا دارم برای زیرش، ولی ترجیحم اینه که مشکی باشه. یه المان مشکی ساده به اینجا اضافه میکنم. جذاب‌تره. بچه شما هر چقدر زیباییتون رو اینطوری بندازید بیرون، نه تنها آدم رو جذب شما نمیشن، نمیگن وای چقدر لختش ممکنه سکسی باشه، بلکه حتی ممکنه لج کنن و بگن چقدر بیدر پیکره. پس هرچی یه سری حریم ها بیشتر باشه میتونه جذاب‌تر باشه. حالا همین به اندازه کافی لختی هست، ولی خب مثلا بدون این خیلی زشت میشه. من ترجیح میدم که این اینطوری بیفته و زیرش این اینجا باشه. حالا اینم یه استایل دیگه، نمیدونم، در نهایت باید دید. من چون دامن زیاد نمیپوشم ترجیح میدم یه المان مشکی هم از پایین اضافه کنم که هم خیالم راحت بشه اگه یه وقت یه جا نشستم پاشدم و اینو، یه وقت لباس زیرم معلوم نشه. همین که یه کادری که بالا هست از پایینم بدیم که بامزه بشه. ببینم چیکار میکنم.
بچه ها نظرتون چیه؟ من داشتم این فکر میکردم که من یه المان جوراب شلواری صورتی ساده دارم، به نظرم این اگه زیر این شلواره که بپوشم میتونه باحال بشه. حالا نمیدونم نظر شما چیه؟ بچه ها به نظرم بامزه شد. من برای کیف چند تا المان دارن اینجا اینه، ولی چون که براقه ترجیح میدم که اینو انتخاب نکنم. اینه خوشگله، خیلی بامزه است ولی خیلی کوچیکه و من میخوام که توی مرحله بعدی بهتون بگم که تو کیفتون چیا باید بذارید. بنابراین اینو انتخاب نمیکنم امروز، فقط به خاطر همین موضوع. و این کیف است، اینو دوستش دارم، خوشگله، اینو انتخاب میکنم. اوکی. خب بچه موضوع بعدی یعنی مورد شماره 7، کفش و جوراب تمیزه، که باید جوراب تمیز پاتون باشه، باید کفشتون تمیز باشه، اینو دیگه همه میدونن. و من برای کفشی که اینو دارم که دیگه خیلی صورتی تو استایلم زیاد میشه و خیلی اگزاجره میشه، توی استایلتون نهایتا یه دونه المان باید بدرخشه و که خز نشه. من قبلا خودم مثلا چند تا المان از بالا و پایین همه چیزو تو چشم برمیداشتم، فکر میکردم خیلی خفنه ولی فقط استایلم خز میشد. من اینا رو هم دارم از نیکد وولف، خیلی خفنن، زیاد فرصت نشده که من اینا رو استفاده کنم. خوشگله نه؟ ولی الان انتخابم نیستن. دو تا بوت دارم که جفتشون خیلی جذابن، ولی چون من تو استایلم مشکی مات بیشتر هست اینو انتخاب میکنم. خیلی مهمه این چیزا رو، واقعا کسی که از استایل سردمیان دقت میکنن. اگه از مثلا رنگ مشکی توی استایلتون بیشتر مات هست، یه اونم باید یه المان براق استفاده کنید. خیلی مهمه اینا. بچه ها من این بوتا رو پوشیدم، این بوتا تا اینجا میان، ولی خب شما حالا هر لباسی هر جوری که هست نباید دقیقا همون جوری بپوشید، که هر کسی هر لباسی رو به سبک خودش میپوشه و در واقع همین که تو اون لباس رو به سبک خودت میپوشی استایل تو رو مشخص میکنه. و من اینو تا بالای بالا نمیارم، شل میدمش پایین. خیلی بچه ها جذاب شد، میبینید؟ واو، خیلی دوستش دارم. برای عینکم دو تا عینک هست که میتونم استفاده کنم، یکیش اینه و یکیشم اینه. من اینو بیشتر دوست داشتم. اوکی. خب الان اومدیم سراغ قسمت 8 فکر میکنم، قسمت اکسسوری. برای اکسسوری بچه‌ها مهمترین نکته توی اکسسوری اینه که شما از المان‌های یه رنگ استفاده کنید. یعنی اگر یه قسمتی از اکسسوری یه چیزیتون طلایه، یه قسمت از اکسسوری دیگه‌تون نقره‌ای و سیلور نباشه. خیلی مهمه بچه‌ها. خب برای اکسسوری من قبلا از این گردن بندا خیلی استفاده میکردم. این گردن بندام من خیلی گرون گرفتم، اورجیناله، ولی خب الان خیلی فیکش اومده و اصلا مهم نیست که اورجیناله و خیلی کلفته، خیلی خس شده یه جورایی، واسه همین من اینو انتخاب نمیکنم. ترجیح میدم یه چیز فمینین تر انتخاب کنم، چون دارم اینجا رو خودم کار میکنم که دخترونه تر باشم. چند تا گزینه هست، یکیش اینه، یکیش اینه، یکیشم اینه که خیلی خوشگله، یک گوزن روش قلب صورتی داره، اینو انتخاب میکنم، خیلی خوشگله. من این گوشواره رو دارم،
میتونه باحال باشه، ولی گردنبندم دیگه به اندازه کافی شلوغ هست. من ترجیح میدم که یه دونه انگشتر بندازم، گوزن به گردنبندم میاد. یه دونه اینجوری قلب خوشگل گنده داشتم. وسایلی که حتما حتما باید توی کیفتون باشه خیلی سریع بهتون بگم بچه ها. من خودکار میذارم کیفم. حالا یه دستمال عینک، یه دستمال کاغذی که توش دوتا گوش باکن محض اطمینان دارم، یه دونه شونه کوچیک که شاید به دردم خورد، شاید، کی میدونه. یه براش، البته من سایه و اینجور چیزا تو کیفم ندارم و این براش هم صرفا فقط به خاطر اینه که دیدید خیلی جا پشت چشتون اینطوری رده رده میفته توی دستشویی، میخواید چک کنید، خب دست بزنید خراب میشه دیگه. یه براش دارید اینو اینطوری میکنید، اون رده رده ها میره. بوگیر دهن، خب آدمی زاده بالاخره، ممکنه یه جا نتونی غذا بخوری یا حالا هر اتفاقی که بیفته دهنت بو بده، حتما بچه ها یه دونه بوگیر دهن، حالا آدامس بوگیر دهن همراه خودتون داشته باشید. من توی این خودم یه دونه از این نخ دندون، البته دو تا از این نخ دندون گذاشتم، کیف خودمه، خب دوست دارم توش اینجوری باشه و خودم قرار استفاده کنم، پس اوکیه که این توی اینا باشه. شما میتونید خلال دندونم همراه خودتون داشته باشید. یه عینک رندوم به خاطر اینکه یه وقت آفتاب حالا اینجوری نکنه، چون حتما باید باشه خصوصا تو دبی. ایرپاد که خیلی مهمه، یه دونه روج لب که لباتون مثل بربری کویر نشه، کلید و خب با کلیدم اون سوزن سیم کارت وصله. و یه دونه عطر کوچولو، دوتا کارت خیلی واجبم و من یه دونه اینطوری نخ سوزن و یه دونه دکمه محض اطمینان توی کیفم دارم. اینم از وسایل داخل کیفم. خب دوستان، مورد نهم که حالا توی استایل امروز من نبود، ولی حتما حتما حواستون باشه که لباستون چروک نباشه، خیلی زایه است. و اینکه حتما جوراب کفش تمیز و اینکه اصلا غوز نکنید، به هیچ عنوان غوز نکنید. من تا سنی به خاطر اینکه سینه هم خب کوچیک نبود نسبت به سن و سالم اینجوری میکردم، نکنید این کارا رو، نکنید. و مورد آخر، وای به خوبه یه آدم کاریزماتیک جذاب، هیچ وقت وای به بد اخلاق گنده دماغ منفی نداره، لبخند بزنید، وای به خوب بزنید. خلاصه که مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید، اگر چیز جدید یاد گرفتید خیلی خوشحال کننده است برای من. مرسی که لایک میکنید و همراه هم هستید. اگر موضوعی رو یادم رفته شما بگید. امیدوارم که مفید بوده باشه. فعلا خدافظ.